سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهادم با ماست اینجاست. سلام آروینم هم همچنان با ماست مهمون خیلی عزیزمون مخلصی این ام امروز اپیزود 227 ماست ما برگشتیم که در مورد بیشتر گیمینگ و استریمینگ و شروع کردنش و این جامعه ای که وجود داره و کارهای باحالی که به نظر من تا الان عاشق لفظ جامعه است خیلی حال میده خیلی اصلا هر جمعه یه جمعهش... یه کردیت خاصی میده به یه سری آدم وقتی بهشون میگی دو... جامعه این که مثلا اینو واقعا ما هم متحدن ولی وقتی یه میری دوپامین تو... خاصی ترش رو میکنه آفرین خب دو دوپامین این هم گفتی و دیگه می میتونی برمندیم آره ام، کارهای داشتم میگفتم کارهای خیلی باحالی انجام دادن مثل جمع کردن حالا پولای خیریه مختلفی که اتفاق افتاده که به نظر من خیلی در نمیدونن و میخوایم در این مورد صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا یکی بخواد استریمر بشه از کجا باید شروع کنه چه اطلاعاتی نیاز داره چه جوری باید تحقیق بکنه ولی قبلش یه سلام که دیگه با آروین بکنیم مرسی که وقت تو در اختیار ما گذاشتی اپیزود قبلی ما با بچه ها این مدتی که نبودی چند دقیقه که نبودی صحبت کردیم همه راضی بودیم خیلی خوشحالیم که تو خودت سرزبون داری و میتونی صحبت بکنی ما معمولا خودت. باید حرف از در کسی که میاد به خاطر اینکه آشنا نیست با این کالچر معمولا حرف رو بکشیم ولی خدا رو شکر شما خودت به خاطر این کار رو انجام دادی خیلی خوب و مثبت صحبت کردی تا الان مخلصی خوشحالم که تونستم باتون باشم و دا و کلان مسائلی که صحبت کردیم مسائل باحالی بود یعنی واقعا به منم خوش گذشت ام... بریم سر جامعه گیمینگ استریمینگ چرا میگن که کوچیکه یعنی چرا تو ایران چرا بهش میگیم کوچیک چون خودت هم دیدم چندین بار با این سوال این چه نه خب واقعیت دیگه چه ادبیاتی داری چه کوچیکه آقا این جامعه چرا کوچیکه چرا بزرگ نیست چه بزرگ نمیشه چون هنوز شناخته شده نی به اندازه کافی چیزی بزرگش راه زیاد داره راه های بزرگ کردن زیاده بگو بگو ببینیم چه جوریه اصلا این الان کامیونیتی گیمینگ استریمینگ که میگیم یعنی افرادی که محتوای گیمینگ افراد دیگر هم دنبال میکنن و میبینن شاید حد اکثر 500 هزار نفر باشن تو ایران و این آره فارسی زبان است آره ایرانو من کار فارسی زبان یعنی هومه آره دنبال میکنن افرادی که هستن مثلا حتی تو حالت مثلا یوتیوبرها آ... آ... و استریمرهای افغان رو هم در نظر میگیرم بقیه جا رو هم در نظر میگیرم که رو محتوای فارسی مانور میدن واقعا شاید 500 600 هزار تا مثلا کامیونیتی که من حد اکثری بتونم در نظر بگیرم و آ... چند بزرگترین های این کامیونیتی حالا 200 هزار تا 300 هزار تا مثلا مخاطب دارن و دیگه کسایی هم که اینا رو دنبال نمیکنن هم در نظر بگیریم 500 هزار نفر واقعا عدد منطقیه ولی متاسفانه کامیونیتی الان اسمش کوچیکه و یه روزی این کامیونیتی پتانسیل ده میلیونی شدن رو داره همونطور که داخل کشوری مثل ترکیه که چند وقت پیش خب مثلا یعنی نظر زیر ساختی خیلی نزد... نزدیک به ایرانه حتی فرهنگی هم خیلی نزدیک به ایرانه توی مسائل گیمینگ و اینجور چیزا و الان یوتیوبرها و استریمرهای های خیلی خیلی موفقی داره و این کامیونیتی به اون سمت میره ولی خب عقب تریم یه خورده نظر زمانی که چیز خوبیه یعنی این باعث میشه که ما گوی جهان نمایی رو داریم که آینده رو به ما نشون میده و مسیر رو پیشا پیش, پیش میبینیم و اشتباهاتی که میکنن و اشتباه نمیکنیم و راحتتر به موفقیت میرسیم این عدد برای ترکیه داریم؟ عدد درقام به راحتی میشه گفتش روی مثلا پنی میلیون با توجه به تفاوت مثلا ویورشیپی که آدم میبینه یعنی وقتی مثلا ما بزرگترین استریمرامون هزار تا رکورد میزنن بعد اونا مثلا 50 هزار تا رکورد میزنن خیلی دور از ذهن نیستش که آدم بگه میلیونی فقط مثلا گیمر هم نیستا گیمری که این محتوا رو واقعا دنبال بکنه تو همین حدود منطقی مثلا آدم بخواد دنبال. دلیلش به نظر چیه دلیل اینکه ما اینقدر افرادی که حالا دنبال میکنن تو ایران نسبت به بقیه دنیا خیلی کمترن دلیلش میتونه چی باشه زیر ساخت اولین چیزی که به چشم میاد زیر ساخت یعنی الان مهمترین نکته است و کشوری مثل ترکیه هم شاید سال مثلا چند سال پیش به این شکل نبود ولی الان داره سعی میکنه یه خورده اروپایی تر باشه و چند نظر امکاناتی چند نظر ساختار مالی چند نظر زیر ساخت داره همه اینا رو فراهم میکنه وضعیت اینترنتشون رو بی بهتر کردن حتی شما ب... تو گرفتن تجهیزات وقتی داخل یک کشوری مثل ترکیه باشی و مثلا کار ثابت تو خانوادت فردی داشته باشه و مثلا شرطش باشه خب میتونی اون کامپیوتر خیلی خاصی که میخوای و قسطی برداری و تو تایم طولانی پولش رو بدی مثلا و این شرایط رو فراهم میکنه و اون دوربینه خیلی خوبی که میخوای قسطی برداری و مثلا تو سه سال دو سال پولش رو بدی و این اینا باعث میشه که خب منطقی تر بشه البته واسه همه خب طبیعتا این قضیه در دسترس نیست خیلی از مثلا ایرانیان و فارسی زبانایی که مثلا ترکیه زندگی میکنن یا مثلا شرایط کاریشون متفاوته یا مثلا شرایط اقامتیشون طوریه که نمیتونن مثلا از این تحصیلات استفاده بکنن و داشته باشنشون ولی اوورال واسه یه نفری که مثلا خب تو ترکیه این قدرت خیلی راحت وجود داره که این امکانات رو داشته باشه ولی ما تو ایران هر روز مثلا درگیر اینیم که الان این وبکم 400 هزار تومنه امروز شد 800 هزار تومن شد یه میلیون و دیویست شد دو میلیون و 500 کرونا اومده همون دو و 500 دی هم دیگه پیدا نمیشه یعنی به صورت کلی الان یکی از بدبختی هایی که افراد دارن داخل این دستان هزینه هاست بی نهایت سختش میکنه برای حتی فکر کنم برای ورود بهش هم خیلی سخت در کنی یعنی یه نه تنها دنبال کردنش بلکه ورود بهش هم همینطوری داره گرونتر و گرونتر میشه دیگه یه سوالی که خیلی پرسیده بودن از ما اینکه اون مینیمم ریکوایرمنت یا اون تجهیزات حالا مینیمومی که باید آدم داشته باشه تا بتونه به این حالا جامعه وارد بشه چیا هستن به دا نظر دادم حتما باید یه صندلی خیلی خفن داشته باشه دوربین دی داشته باشه و اینا یا اینکه تو خودت چجوری شروع کردی و اون چیزایی که تو به نظر در مهمه چی هستن صدای خوب وبکم بد این مینیمم ریکوایرمنت به نظر ام. یعنی نمی نمیدونم وبکم نداشته باشید وبکم بد هم داشته باشید چم دیگه همه آدمی که داره به این موضوع فکر میکنه یه گوشی موبایلی داره که داره از روش این سوال از شما میپرسه و مثلا پیگیر این داستانه و اون گوشی موبایله قطعا مثلا یازده دو نیست یه دوربینه مثلا در و اون رو هست و واسه هر پلتفرمی باشه طبیعتا یه سری اپلیکیشن اصلا اونا میتونن به وب تبدیل بکنن <تصفح> و به واسطه اون و داشتن یه صدای بهتر یعنی من میگم همیشه باید کیفیت صدا از کیفیت تصویر یه خورده بهتر باشه تو این داستانایی که آدم شروع میکنه اونم به خاطر اینکه تس... اه... چیزی که من متوجه شدم تصویر بی کیفیت قابل تحمل، ولی صدای بی کیفیت اصلا قابل تحمل نیست واسه مخاطب و خود هم به عنوان یه مخاطب وقتی دنبال میکردم مثلا یه نفری کیفیت دوربینش پایین بود میدیدم ولی کیفیت صدا بد بود خش داشت مثلا اذیت میکرد به هیچ وجه دنبالش نمیکردم به هیچ وجه نمیدیدم پس این مهمترین چیز به نظر من اول قضیه بگو فراد چی میخواستی بگی؟ بحث هزینه ها که شد داستان اسپانسرشیپ و اینا چجوریه توی این جامعه به قول ایمان؟ آیا مثلا راحت پا جلو میذارن حامیان مالی و اینا مثلا بیان برنامه رو نمی... که هستن هستن یعنی میشه از این راه پول در آورد و قابل قبوله نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر شده ولی پتانسیلش خیلی بیشتره و بستگی داره که آدم چقدر خودش رو لیمیت کنه یعنی من یه داستانی که دارم مثلا یه حالا ورکتی که اسمش رو بخوایم بذاریم هر چیزی مثلا یه سری چیزها رو لازم دارم تا اینکه اون طرف رو به عنوان اسپانسر قبول کنم و مثلا اگه وبسایتی هستش مینیمومش دیگه باید مثلا نماد اعتماد داشته باشه و من اون کاری که انجام میده رو قبول داشته باشم طبیعتا ام. مثلا جایی که داره بازی کرکی میفروشه مثلا پایرتیت ورژن های ویدیو مثلا ویدیو اینا رو میذاره من تبلیغ نمیکنم وقتی بخ... مثلا ام. یه جایی داره یعنی سایت شرط بندی بیاد بگه انفجار خیلی خوب داریم ما زریبای بالا <تصفح> شما دیگه ب... به قیمت دیگه به قیمتش <تصفح> نه. ولی داشتیم من از این شاید توی این سه ماهه خیلی آفر اینجوری از سایت های شرط بندی داشتم ولی معمولا جواب نمیدم اونایی یعنی هم که مثلا جواب میدم کنجکاوم ببینم رنج قیمتی هاشون چقدره و مثلا شروع میکنم صحبت که الان مثلا با خانواده آره مثلا این سایت شرط بندیه اومده گفته من 5 میلیون تومن میدم مثلا تو بیا یه ماه مثلا این تبلیغات انجام بده و عددا حالا واسه اونی که حداقل تو ایرانه واسه انگیزه دیگه یعنی عددای قابل او اون اون تو خارج یعنی از ایرانه بس 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 انگیزه آره ولی خب... 5000 دلار حاضر ملق بزنن <applause> <applause> خب ملق آره ولی شما اونجا داری مهمترین چیز که اعتبار اسمتر رو میفروشی و <applause> تبلیغات سختترین نکتهش اینه که شما با تبلیغاتت اسمت رو بیارزش میکنی یا نه بعضی اوقات تبلیغات ارزش به اسم اضافه میکنه وقتی نینجا همکاری میکنه با شرکتی مثل مثلا مثل آدیداس yeah. و مثلا با شرکتی مثل ردبول و شرکت های این سبکی Uh, چون شرکت درست حسابیه و خود نینجا هم درست حسابیه این دوتا مضاعف هم میشه و خوب میشه وقتی یه جایی خونسایه و شما خوبی خب به اون یه حد مثبتی میدی ولی وقتی منفی باشه اونجا قطعا از اعتبارت کم میکنه و مثلا مسئله شرط بندی من الزاها نمیگم مثلا شرط بندی بده قطعا <applause> اگه مثلا شرایط مناسب باشه شاید منم این کار رو انجام بدم ولی شرایط مناسب باشه یعنی چی یعنی اینکه باید اون جایی که شرط بندی توش انجام میشه یه شرکت مربوط به همین داستان باشه داخل اون کشوری که هستش ثبت شده باشه و بیس داشته باشه بتونه آدم بره پیگیری کنه بعد بعد به اداره مالیات اون کشور جواب پس بده ریتاش کنترل بشه داخل اون کشور توی این شرایط بله منطقیه که من بیام بگم تازه نه همه آدما نه مخاطبی که زیر 18 ساله برای افراد بالای 18 سال اونم آدمایی که قبلا این کار رو انجام میدن آقا تو ق... داری پوکر بازی میکنی تو زندگیت عادت داری به این قضیه <تصفح> من این سایت رو میشناسم مطمئنم پولتون نمیخوره و با یه سری آدم فارسی زبان میتونی توش بازی کنی اگه دوست داری برو اینجا مثلا پوکر بازی کن <تصفح> ولی تو حالت عادی نه من نمیگم مثلا نباید تبلیغات بیت کرد ولی شرطاش باید در نظر گرفت چون اون اعتبار مثلا اسم آروین شوه هر هرچند کوچیک داخل این کامیونیتی بسیار کوچیک یه اعتباریه که من نمیخوام با هیچ مبلغی ریسک بکنم روش و فکر نمیکنم کسی دیگه ای هم بخواد همچین ریسکی رو بکنه تو بخوای پارتنر انتخاب کنی چه ویژگی های که ساید شرط بود مالیات بده به اون کشور رو ثبت <سام> شده باشه و اینا آره خب خیلی م... چون در نهایت کسی که منو دنبال میکنه الان مثلا چم 25000 نفر داخل اینستاگرام من این تعداد خیلی زیاد نیست نسبت به اون افرادی که میگن حالا مثلا اینستاگرام فیمسن و اینجور داستان ها ولی حداقل میگم آقا 25000 تا آدمن هیچ رباتی بین اینا نیست واقعا افراد واقعی و انگیجمنت شاید از پیجای صد هزار 200 هزار نفری که خیلی از افراد دیگه دارن بی نهایت بالاتره ام. و به واسطه همین قضیه مثلا من اگه تبلیغاتی انجام میدم نرخم یا مثلا نرخ اون پیج 400 هزار تاییه چرا چون نتیجه ای که میدم نتیجه اون پیج 400 هزار تاییه و حاضر نیستم یکی از این 25 هزار نفر توی این مسیر بره توی یه سایتی پولش خورده بشه چون وقتی این مم. اتفاق میفته در درجه اول اون قضیه رو از چشم من میبینه و در درجه اول اعتبار منه که زیر سوال میره و مسئولیت منه که مطمئن اون کسی که به حرف من اعتماد میکنه اتفاق بدی واسش نمیفته یعنی فقط سایت هم محتوا اصلا من یه بازی هم معرفی میکنم و بازی باشه که طرف حال کنه اگه بازی بد معرفی کنم واسه من ننگه یعنی نه واسه سازنده بازی من با حواسم باشه چی معرفی میکنم این حالا در مورد سایت شرط بندی من اینو بگم یه خبرساز شده بود یه ذره خود آره. در یه اپیزود رفته بود و با چند نفر صحبت کرده بود که حالا داره وارد میشه به این جامعه گیمینگ ایران یه جامعه استریمینگ ایران از ورزشی ها اینا داره میاد بیرون از اینستاگرام ها حالا شروع شده و داره وارد این در واقع این جامعه میشه و دارن سعی میکنن که جلوشو بگیرن به خاطر اینکه حالا سایت هایی که هستن ات اون اعتباره رو واقعا ندارن و تو الان گفتی که اگر که حالا یه سایتی باشه که اعتبار واقعا پشتش باشه شاید تو زیاد با این موضوع مشکل نداشته باشی آره چون به شخصه با بت مشکلی ندارم میگم یعنی آقا یکی از راه های... پول دور ریختنه عملا یعنی مثلا ممکنه یه نفر بیه که آقا من الان هزار دلار اضافه دارم میتونم با این پول برم شهر بازی میتونم با این پول چه میدونم برم کلاب همش رو مثلا درینک بگیرم میتونم با این پول برم اینجا فراموش نکن کجا آره دقیقا <تصفح> آره پول اضافه هیچ وقت نمیتونی داشته باشی <تصفح> چرا؟ <تصفيق> <تصفيق> ببین پول اضافه پولی که زندگی عادی تو گذروندی دیگه, دیگه, نه، دیگه دا دا آره نه شوخی کردم اضافه است واقعا یعنی مثلا اون بیس رو داشته باشید واقعا پول اضافه است حالا منتا ما انتظاراتی که داریم باعث میشه که یعنی هیچ وقت نمیگیم مثلا پول اضافه من همیشه اینجوریان که او الان میخوام فلان کارو بکنم الان میخوام فلان کارو بکنم و همیشه عقبیم از اون چیزایی که میخوایم و هر چقدر بیشتر در میاریم انتظار بالا میره ولی خب این قضیه هست روی بیت من به شخص مشکلی ندارم حتی یه مشکلی که هستش و دوست دارم حتما اینو پدر مادرم بدونن اینه که گمبلینگ داخل گیم‌های یه جورایی وجود داره به صورت خیلی ریز و این چیزی که من خودم باید کانتر وجود داره دیگه همه جا الان تو تک تک بازی ببین یا مستقیم یا غیر مستقیم این داستان رو داریم مثلا تو یه بازی مثل کانتر شما میری کریت میگیری ام. و بازش می‌کنی. حالا داخلش اسکین و فلان و مثلا اینجور چیزاست اره. و به هر حال شما پولی که داری میذاری مثلا 10 دلار پول یه دونه جعبه رو میدی که داخلش ممکن آیتم 5 دلاری باشه ممکن آیتم 500 دلاری باشه و طبعا شانس اینکه آیتم 500 دلاری باشه 1000 مه ولی شانس اینکه مثلا آیتم مثلا دو دلاری 1 دلاری 5 دلاری باشه خب 50 درصد اوقات 60 درصد اوقات و اینو اینجوری بالانسش میکنن و به هر حال روی افراد تاثیر میذاره واسه همین کشوری مثلا مثل بلژیک به درستی میادش میگه که آقا کلا بازی ها حق ندارن داخل کشور ما لوت باکس داشته باشن یا مثلا کشوری مثل چین اعلام میکنه میگه بازیایی که داخل کشور ما هستن اگه جعبه های شانسی این شکلی دارن باید درصد شانس هر آیتم مشخص شه یعنی از قبل طرف و بدونه که شانس اینکه فلان آیتم خفن رو بگیره یک در مثلا صد هزاره و منطقی اون موقع تصمیم بگیره که آیا میخواد ریسک بکنه صد هزار بار این مثلا جعبه رو بگیره تا یه بار اینو به دست بیاره یا نه این, این, توی فیفا شارعت. هم هست دیگه توی فیفا همین التیمت تیم تو میری پکیج‌های های مختلف میخری برای بازیکن های مختلف حالا چیزای مختلف دستت میاد و اینا رو به هم دیگه میفروشن یعنی واقعا بعدش آره. اینا سر پول واقعی به هم دیگه مثلا فروخته میشه یا همین کانتر که من گفتم که آروین هم بهش اشاره کرد تو میری اسکین میخری در واقع طرح میخری برای تفنگت که اونا تا سی هزار دلار من دیدم فروش رفته بعضی موقع آره یه چیزای خیلی عجیبه که مثلا یه بار به وجود میاد و این سی هزار دلار میارزه یه طرح عجیبه برای مثلا یه کلاشه توی بازی حالا مثلا که... بازی مثل دوتا تو همین داستانو داره کلاشه ها بازم مال همونه کلاشه آه... آره ای, ای چیز توی دوتا تو ما چیزو داریم مثلا آه... یه کار سالانه داره همین مسابقاتی که میگفتم یه کار سالانه دارن اون پول 35 میلیون دلاری که جمع میشه مثلا مثل رو یک چهارم ایناست یعنی توی اون تایم سه ماهه چهار برابر این پول جمع وری میشه و یک چهارمش خرج ایونت و مسابقات و مثلا اینجور داستان ها میشه و این حجم پولی که جمع میشه حالا به کنار یه چیزی اضافه میکنم مثل بتل پس اسمشو میذارن کامپندیوم اینا <مثلت> بعد لول اینو شما مثلا تا 2000 میتونی ببری بالا و هز... لول 1000 و لول 2000 مثلا دو تا چیز باحال بهت میده یکی هم مثلا چیزایی که مال لول 2000 فکر کنم اینجا داره یا بسم الله این... مال لول 2000 آره. شوفون میخواید آره. آره. اینو مثلا نه بتونه چیز کنه آره. این عروسکیه که به قول عروسک دا... دا... عروسک. <تصفح> عروسک آره این عروسکیه که مثلا به آدم میدن تو دو آره. تا رو تا لول 2000ش رفتی اینو این یه جورایی بیشتر به پول مربوطه و چلنج انجام دادم به اسکیل زیاد نیست داستانش و اینو که مثلا طرف میگیره خب سالی یه باره و مال هر سال با سالی دیگه فرق فرق میکنه و منی که این رو میگیرم توی این حالت دیگه مثلا کسی که الان یه همچین چیزی رو میخواد نمیتونه به دستش بیاره تایم ترول بکنه بره 2017 مثلا لولش 2000 کنه یا رو بی مثلا بخره یا روی بی بگیره و به واسطه همین قضیه مثلا من واسه یه همچین داستانی 300 دلار هزینه میکنم ولی مثلا 1000 دلار میفروشمش 2000 دلار میفروشمش یا مثلا آیتمی رو اولش میگیرم 30 دلاره ولی حالا آینده نگری اینو دارم که این آیتم ممکنه بعداً گرون بشه و اتفاق میفته اون آیتم میشه 300 دلار و اون مثلا شرایط این شکلی وجود داره دیگه داخل مثلا اینجور داستان و خیلی اصلا درآمدزاییشون این قضایی است که مثلا آیتم میخرن و میفروشن اصلا یه بخشی آه. از سیستم کاریشونه ولی مهمترین چیز اینه که آدما به ریتینگ بازی توجه کنن و این دقیقا باعث میشه که درگیر اینجور مسائل نشن مثلا یه گیمی مثل فورتنایت میاد میگه آقا 13 سال بیا بازی کن فرزن به خاطر اینه که همچین باکس هایی قرار نمیده شما میتونی اسکین بخری ولی قیمت هر اسکین مشخصه از پیش مهم. و شما اینجوری نیستش که حالا بیا این جعبه رو بخر ببینیم کدوم اسکین رو بهت میده یعنی اون المان شرط بندی ازش خارج میشه مثلا عره. و عره این توی وارزون هم که اون بازی چیز. میکردیم این دری که من گرفتم از توی همین تیزا بود و میدونستم تو کدوم باکس رو باز کنم این ساجده توش در میاد برای همین رفتم گرفتم قیمتش از پیش مشخصه باست و یعنی شرط بندی نمی که آی... شانسی دخیل نیست در اینکه اونو بگیری یا ندرست. و این باعث میشه که مثلا یعنی به نظر من مهمترین چیز واسه خانواده ها این باشه که اون ریتینگ سنیه رو در نظر بگیرن حتما و شاید بچه ها خیلی مخالفت بکنن با این حرف ولی واقعا یه دلیلی توی اون المان ها بوده که گفتن آقا اینو مثلا 16 سال بازی کنه اینو 18 سال بازی کنه اینو مثلا 21 سال تا بازی کنه این که میگن بازی های یه... کامپیوتری آدم رو داره خشن در میکنه بهش اعتقاد داری مثلا میگن که این که تو آمریکا داره میشه یه دلیلش میتونه این بازی کامپیوتری باشه مثلا دو تا کانادایی بودن که فکر میکنم تابستون سال پیش بود این دو نفر تحت تعقیب بودن کار اون یاد میاد <تصفح> همین ها ها پا... چنه چنه دیرتر بود داره پاییز یا نشان. سرد بود هوا که اینا تو جنگل بودن پاییز بود توی حالا همین سال توی همین <تصفح> یک سال گذشته بود که دو تا جوون کانادایی چند نفر رو کشته بودن با تفنگ و میگفتن اینا از تمام که یاد گرفتن از روی کال اف دیوتی یاد گرفتن اها. اه و میگفتن که آره بازی کامپیوتری باید بند بشه اینا یه بندوگن عجیبی اینجا رو افتاده بود و همه افتاده بودن دنبالش که آدما رو مثلا نذاریم کامپیوتری بازی ها اینطوری بازی بکنن و روی اینا کنترل داشته باشیم و اینا به اینا اصلا اعتقادی داری یا نزیاد من یه ویدیو دارم داخل یوتیوب با برای غلط راجع به گیم و گیمرا و, و اینو اصلا با هدف پدر و مادرها درست کردم و داخلش راجع به همه مسائل صحبت میکنم یکی از تحقیقاتی که اصلا راجع به این موضوع شده راجع به دو گروه آدم مختلف تست گروپ یک گروه و جی تی ای بازی کردن یک گروه سیمز بازی کردن سیمز یه بازی یکی بله بله بازی کردن آره کلا یه خانواده است و غذا میخورن و نمیدونم زندگی عادیشون میکنن خیلی بازی ملو مهربون و مثلا Uh, واسه پدر مادر آدم بخواد بگه و هوا حالا هوای ما چقدر مثلا با هم دوستیم و خوبیم و همه چی آرومه و آه. مثلا جنگی نیستش جی تی ای مثلا دنیاییه که خب uh, یه دنیای مثالی از آمریکاست که تو شما خلافکاری و هر کاری بخوای میکنی یا ممکنه مثلا موشک جنگی هم بری مثلا جت جنگی سوار بری شهرم بتره کنی شهر رو بگیشی هوا, آره هوا... پیما هواپیما مثلا <تصفح> منفجر کنی از قشنگ uh, همه این امکانات رو بهت میده و این دو گروه رو توی تایم طولانی مقایسه کرده بودن و اینا فقط حق داشتن سیمز بازی کنن اونا فقط حق داشتن جی تی ای بازی کنن دو تا گروه از افرادی بودن که قبل از اونم این بازی نمیکردن و هیچ تفاوتی بین خلق و خوی این افراد در نظر مثلا خشن شدن و اینا پیدا نکردن بود. یعنی من اینکه اصلا افراد اعتقاد دارن به این چیزا و اعتقادات رو شما مثلا توی دین و مذهب و این چیزها از اعتقادات استفاده کنید اینجا رو فکت میگرده قضیه روی تحقیقات میگرده قضیه و اصلا زیاد اعتقاده مثلا یه پدر مادر اعتباری روی این داستان نداره متاسفانه حتی سیمز تا جای قشنگ و شیرینه ای که شما اینا رو تو سخت نمی کنی و اون نردار رو بر نمی داری <تصفح sundanLike> از اونجا به کشتن نمی دیم بند خداهایی که داری باشی بازی میکنیم و نه حتی اونجا هم یعنی چیزیشو نمیکنه یعنی مثلا خشونت رو اونجا هم وارد نمیکنه مثلا بهت میگه نگاه کن کاری که کردی چقدر بد بود بعد مثلا بقیه سیمزا ببین دارن گریه میکنن واسه این بنده خدا که مرده یعنی میبرت تو اون حالت سیمپفی و یه خورده مثلا بپذیری بگی آخه اینجوری شد چرا مثلا کاش این کارو نمیکردم مثلا از سعی میکنه عذاب وجدان مثلا یه خورده بده هر چند که ما آدمایی هستیم که از وجدان رو نمیگیریم ولی همه از دونه دونه بچه ها میکشن <applause> یه سوال میخوام بدم که حالا در مورد آینده این جامعه کوچیک ایرانی صحبت کنیم تو یه ذره در موردش صحبت کردیم توی اپیزود قبلی گفتی که ممکنه آدمایی بیان که شروع کنن مدیریت کردن این قضیه شروع کنن یاد دادن به کسایی که دارن تازه شروع میکنن بعضت آینده این جامعه کوچیک چی میشه آینده من دوست من آینده شد واقع بینانه به نظرم خیلی آینده جذابی نیست راستش رو بخوای به خاطر اینکه ما ایرانی ها یه سه مرحله میگذرونیم که راجبش هم قبلا گفتم انکار بی توجهی و به گند کشیدن واسه همه شبکه ها و واسه همه عرصه ها ما اینو داریم و واسه فیسبوک اینستاگرام اینا ما اینو گذروندیم اول گفتیم خب این چیه ولش کن انکارش کردیم بعد یه سری جوونا رفتن سراغش بعد اون، تو اون تایم ما بیتوجهی کردیم بهش خب مال این بچه بچه ولش کن و بعد یه خورده بیشتر شده حجمش و همه گیر شده و همه رفتیم دست جمعی اونجا رو بگند کشیدیم و بعد حالا رفتیم مثلا پلتفرم بعدی تلگرام اینستاگرام حتی مثلا چند قبل این کیکو ویچت و وایبر رو مثلا جای دیگه هم این داستانا ما داشتیم خیلی مال یه اتنیسیتی دیگه بود برای یه جماعت دیگه ساخته شده بود ما رفتیم بود برای آسیایی ما توش خدایی میکردیم خب و به واسطه این قضیه من خوشبین نیستم و تلاشم هم اینه که اون اتفاقهای بدی که پیش بینی میکنم اتفاق نیفته یعنی مثلا مسئله ای که سر بت هستش و من یه سال و نیمه پیش داخل پادکستم راجع صحبت میکردم و میگفتم آقا یهو یه روزی یکی بیاد توی مثلا دنیای استریمینگ فرزن فلان خواننده مشهور بیاد وارد این داستان بشه بعد میاد میشینه پای یه دونه میز پوکر که صاحب سایت بتشم هم خودشه بعد میگه مثلا کسایی که بالای یه میلیون تومن دونیت میکنن میتونن بیان کنار من روی میز بازی بکنن و حداقل مقدار مثلا بت روی این میز دو میلیونه تعجب نکنید اتفاق میفته ها و مثلا ما به این سمت خواهیم رفت که مثلا یه همچین دنیایی رو ببینیم و اون سایت مال خودشه آدزم به نفع خودشه خودشم نبره یه نفر دیگر رو میشونه اون گوشه اون یارو برنده میشه آدز و به نفع اون میذاره اون پولا رو جمع میکنه بعدا تقسیم میکنن یعنی این چیزا دور از ذهن نیست چرا دور از ذهن نیست چون مشابهات خارجی این قضیه رو من دیدم یعنی من همیشه میگم من نه پیشگو هم نه مثلا رمال هم، نه از این داستان من دیدم تو خارجی ها این اتفاق افتاده رسوایی این شکلی داشتن پس طبعا این رسوایی ها رو ما هم خواهیم داشت منتها چون یه خورده میگن مثلا اون ذهن مریضمون بهتر کار میکنه و همیشه بدترین مسیر رو میتونیم پیدا بکنیم از نظر بود قانونی قطعا سراغش میریم و یعنی از این نظر منفی میبینم ولی بنظر از یه چیزی هم امیدوارم یعنی جدیدا امیدوارم کرده اونم برخوری که سر داستان بت شد یعنی روی موضوع بت واقعا کمک کامیونیتی بود که این قضیه رو جلوش گرفت و من و بچهای دیگه ای که اومدیم راجع به این داستان صحبت کردیم و خود اون فردی که مثلا تبلیغات شرط بندی و اینا رو انجام داده بود آوردیم باش حرف زدیم و آخر قضیه قانع شد و پذیرفت که آقا نباید این کار رو آدم انجام بده و من پولی هم که اصلا واسه این داستان گرفتم و اصلا کلا خرج خودم نمیکنم، میدمش به یه خیریه ای جایی و اصلا کلا استفادهش هم نمی‌کنم اون پولو شما میگید آقا اینا اینطورین من میپذیرم حرفتون منطقی و من باید بیشتر مثلا روی این داستان تحقیق میکنم چیز کوچولو میتونم بگم در اون اپیزودی که شما رفتین این دیس کوچولو من به مشکل اون قضیه این بود که اون کسی که این تبلیغ رو کرده بود اون تجربه شماها رو نداشت نسبت به بتین یعنی مثلا کسایی که من ببخشید اسمشون رو متاسفانه یادم نیست ولی یه برد. شخصی بود که آورده بودیم و میگفتش که من خیلی تجربه داشتم مثلا پول از دست دادم فلان برد. و اینا و اون اینو با پوست و جون و گوشت خودش اینو تجربه کرده بود و میدونست که همچین چیزی میتونه خیلی مضر باشه ولی اون شخصی که رفته و رو کرده بود واقعا همچین تجربه یا نداشت و تو نمیتونی ازش توقع داشته باشی که بدون مثلا تجربه یه نفر دیگه به این تحمیل آره. بشه و متاسفانه بعضی موقع بعضی تجربه رو باید کرد دیگه تا بفهمی واقعا چه دردی داره اینم به خاطر این هم صحبت یعنی... هم کرده بودی هم. نه اتفاقا من بود که یعنی قبل این داستان من مثلا قبل این اپیزودم داشتم داشتیم صحبت میکردیم گفتم گفتم من مثلا یه خورده تأخیر داشتم به خاطر اینکه با فلان رسانه داشتم صحبت میکردم که یوتیوبشون مثلا چه شکلی میتونن بهتر بکنن و معمولا مثلا مشورت زیاد میکنن تو این داستان با من به واسطه اینکه زیاد سعی نمیکنم مثلا این اطلاعات رو واسه خودم نگه دارم و حس میکنم هر چقدر بقیه بیشتر بدونن اون جامعه بهتر میشه و اون به اون بود گن زدنی که گفتم فاز سوم مثلا خراب رسیم. کردنه دیرتر میرسیم و سر همین قضیه مثلا با من صحبت کرده بود و با افراد دیگه همون بنده خدا صحبت کرده بود و من کامل توضیح داده بودم که آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل غلطه و این شرایطی که خودم گفتم واسه اون بنده خدا گفته بودم گفتم شرایط رو در نظر بگیر و گفتم حتی تبلیغ نکن بازی کن نهایتا بگو آقا من تبلیغ سایتتون رو نمیکنم و این روزی که خواستی بری مثلا پوکر بازی کنی برو تو این سایت بازی کن و به این شکل مثلا وارد داستان بشو و بهش اول اولین چیزی که گفتم گفتم بی نهایت سر این قضیه قرار هیت بشی به خاطر اینکه اصلا این کامیونیتی پذیرای این داستان نیست و آمادگی داشته باش و یعنی یه جورایی تا خیلی از حدودم دانسته وارد این قضیه شده بود و اون اپیزود شاید از معدود اپیزودایی بود که من کاملا سایدی داشتم یعنی معمولا آه. من سعی میکنم بذارم آدما با هم دیگه بحثشون رو بکنن و حالا منم یه مثلا لیوان آبی دستم و آب میخورم و اینا با هم دیگه مثلا گلاوی زن ولی معمولا دو سه نفر میندازه به جون هم خوش میده پیتزای دوناتی چیزی برمی داره میشینه اونور کیف میکنه این دوتا میافتن به جون هم شده بعضا تا 6 نفر انداخته به جون هم دیگه از 6 تا زاویه مختلف اصلا اینا بنده خدا به جون هم افتاده بودن یعنی آره... پلتفرمی پیدا نمیکردم راجبی صحبت کنم معمولا آره، آره. آدما خب کامیونیتی کامیونیتی جوونیه اه. بیشتر نیش و کنایه و تیکه و مثلا استوری بذارم مثلا به اون بگم اینطوریه فقط ویوه را بفهمن ولی اسمش رو نیارم بعد بهم گفتن چیز بگم که من حرف رو انداختم تو برداشتی دیگه مگه اه. من با تو بودم مثلا اینجی و همیشه باعث جنگ و دعوا بوده این داستان و من خودم و یوتیوبر نمیدونم ولی استریمر میدونم اونم به واسطه ای این که حس میکنم رو یوتیوب ایران هیچ تاثیری نداشتم ولی واقعا تاثیرم رو استریم ایران میتونم ببینم یعنی این قبل و بعد حس میشه حتی تو مثلا مقدار جاسشتی که انجام میشه فرمت پادکست ها و هایی که شروع شده حتی وبسایتی که آدما واسه پادکست و شو استفاده میکنن نحوه هندل کردن برنامه ها همه این چیزا نشون میده که آقا خب این مارک خودم و اون تغییر یه درصدی که میتونستم ایجاد کنم و ایجاد کردم واسه و این مثلا واسه جذاب بوده ولی آه... کلیتا افرادی که مثلا حضور دارن سعی میکنم واقعا بیطرف باشم بینشون ولی رو اون بس نمیتونستم بیطرف باشم به واسطه اینکه فردی که این کار کرده بود داخل ایران زندگی میکرد و خب خودش نمیفهمه ولی من که میفهمم آقا تو جلو دو هزار نفر داری اقرار میکنی و میگی نه من با تبلیغ بت مشکل ندارم خب باشه یه بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک دیگه دفعه سوم میان میکنن تو گونی ملخک مثلا حواست باشه دیگه مثلا داری چیکار میکنی و من مثلا از اول برنامه تا آخر برنامه اینجوری بودم که خب حالا با این اوصاف به نظرت بازم اگه این شرایط باشه بازم این کارو میکنی و دیگه آخر برنامه دیگه وا داد دیگه نه دیگه این کارو نمیکنم دیگه گفتم خب شما به زور هن... بهش فهموندین که نباید آره و... و... واقعا چیز بود مثلا اینجا که کت... چرا آینده خودش رو مثلا میخواد تو این داستان به خطر بندازه بود اوکی مثلا یه جای دنیا بودی اصلا دستشون هم بهت نمیرسید نهایتا من بهت میگفتم کارت غیر اخلاقیه و نباید این کارو بکنی و بایکوت میشدی نهایتا تحت مثلا اون شرط توسط بقیه استریمرها و با در ارتباط نبودم و این باعث افتت میشد و مثلا مسیر تو میگفت خود دیگه این کار نمیکنم ولی تو ایرانی دیگه بپذیر دیگه مثلا خواهشن و یعنی یکی از بزرگترین انتقادا به اون اپیزودم این بود که خودم خیلی سایت داشتم خودم اصلا اصرار داشتم که این اتفاق بیفته یه سوالی که خیلی پرسیده بودن فرق گیمر و استریمر و یوتیوبر چیه یعنی چون اینا معمولا توی یه کاتگوری با هم میرن بعضیا تو دو بله. تاش هستن بعضیاش نیستن مثلا من دیده بودم که تو میگفتی مثلا میا استریمر نیست به خاطر که استریم نمیکنه ولی خب گیم انجام میده یوتیوب انجام میده این موقعی که این اپیزود بیادش بالا فکر میکنم میا استریمر شده یعنی تا سه سشنبه... سه شنبه <applause> سه شنبه میادش میشه سه شنبه پنج شنبه دیگه این پنج این اپیزود پنج, شنب پنج, پنج شنبه میاد این پنج پنج شنبه میاد اگه آره. طبق برنامه‌ای که گفتن پیش برن یه روز قبل این اپیزود میا اولین استریمش رو گذاشته پیش من اینه و پیش که 21 آره پیش بینی من اینه که رکورد ویو فارسی زبان زده میشه حداقل 10000 نفر یعنی این پیش بینی منه حالا ممکن اشتباه باشه ولی چه بازی بازی نیست احتمالا جاست چتینگ یعنی فقط صحبت نه. میکنن با مخاطب و اولین بار به صورت زنده روی پلتفرم یوتیوب با مخاطبشون قرار صحبت نه. کنن که فکر میکنم یکی از چیزای جذابه و اوه رو به این واسطه بگو آره به این واسطه هم میگم که چون میدونم بعد از ایره یعنی به صورت عادی اینا چیزاییه که قبل از ایر معمولا راجبش آدم صحبت نمیکنه و اسم خود افراد مثلا خبرش رو میذارن معمولا ولی حالا چون پابلیک یکی دو جا هم خود کوروش اشاره کرده بود حس کردم اوکی بگم تفاوت اصلی گیمر که کلا هر کی گیم بازی میکنه یعنی چون ممکنه و تعریف حالا لول های مختلف داره دیگه ممکن یکی بگه کسی که در هفته یه ساعت خ... یه مقدار ساعت خاصی بازی میکنه یکی ممکنه محدودش بکنه بگه مثلا چرا نه موبایل حساب نی بعد حتما کنسول یا مثلا پی سی داشته باشی این دیگه نه. بستگی به شخص داره ولی شما وقتی بازی میکنی شما که کنسول هم حساب نمیکنی البته طبق که دیشب شد نه اونا دیگه چیزه اونا اون بحثای های لحظه‌ای داخل داستان کوروش گفت من بهش چی گفته بودم سر کال اف نه گفتش کال اف بزنیم و مثلا یک به یک بزنیم من هم چیزی که گفتم میخوام یه تکنیک جدید بزنم قراره پای چپم رو بذارم پشت گردنم دست راستم هم بهش گیره بزنم با دست چپم و پای راستم موس و کنترل بکنم بزنم و من مثلا قشنگ پوزیشنینگ کلکلای ما به این سمت میره مثلا که آقا تو اینجوری میکنی من اونجوری میکنم زیاد چیز داریم چکی شدم دو سه بار من چک بد خوردم نه <applause> داشتم واقعا اون دو تا دست دیگه مستو کیبورد <applause> واقعا با دست داشتیم بازی شو؟ <applause> و به صورت کلی حالا گیمر لیمیتش چیزه لیمیتش اینه که شما چی میخوای تعریف کنید کسی که بازی میکنه خو... کسی که خودشو گیمر بدونه به نظر من گیمر هست یعنی <applause> اگه درگیر اگه شما درگیر این لقب گیمر بودن هستی احتمالا گیمر هستی ولی اگه درگیر مثلا داستان استریمر و یوتیوبر بخوایم بشیم یه خود فرق میکنه حداقل من سختگیر ترم روش بازم میگم اینا میارهای فردی آروین شوه ممکن یه نفر دیگه یه میار دیگه ای داشته باشه روی این داستان روی موضوع استریمر ما کس... یه اصلا یه اپیزود یه ساعت و نیمه صحبت کرده بودیم با هفت هشت تا استریمر دیگه و یه سری معیارها بود یکی این بود که دیگه... کیشه. آره مثلا اصلاً،, اصلا یه پلتفرمی داشته باشه واسه اینکه یه چیزی رو ارائه کنه یه محتوایی داشته باشه واسه ارائه کردن یه ارتباطی داشته باشه با مخاطب یعنی اینکه ارتباط با چت یا با مخاطب به یه شکلی اتفاق بیفته صرفا شما مثل یه فیلم سینمایی اگه بیاید مثلا رفتار بکنید و نه مثلا چت رو بخونید نه دونیشن ها رو بخونید نه مثلا سابسکرایبر رو بخونید یعنی هیچ فرم ارتباط لحظه ای یا نیمه لحظه ای وجود نداشته باشه خب به نظر من از اون فاکتور استریمر بودن کم میکنه بعضا ممکنه مثلا چم توی یه پادکست من نتونم خب چت بخونم ولی آخر برنامه حداقل دونیشنایی که اومده متن دونیتا رو میخونم صحبت اگه انتقادی پیشنهاد چیزی بشه صحبتی باشه مطرحش میکنم و این باز یه فرم ارتباط اه. اه این با وجود داشته باشه و یه حداقل مخاطبی هم قطعا هست و باید یعنی یه حد نصابی و آدم بهش برسه که بگه خب الان از شروع استریمریمه واسه من یه عددی مثل 5 تا هم شاید مثلا یه نفری که واقعا 5 تا ویو به صورت ثابت میگیره به نظر من الان یه استریمر تازه کاره واسه یه نفر دیگه میگه 20 تا 30 تا حالا هر لیمیتی که اون فرد قرار میده واسه اون داستان واسه چی؟ واسه یوتیوب من رو ندارم به خاطر اینکه کمتر کار انجام دادم یعنی من الان یه سال درگیر یوتیوب هم و الان مثلا 9000 تا سابسکرایبر دارم عدد عدد بالایی نیست البته یوتیوب ایران مشکلی هم که داره اینه که سابسکرایبر میپرونه یعنی به خاطر وی پی هایی که افراد میزنن بات شناسایی میشن چون سیم آی پی زیاد میخوان یعنی آی پی ها مشترک نشون داده میشه و مثلا می ایرانی ها رو با خارجی اصلا مقایسه میکنیم همیشه ایرانی ها سابس... بیشتر از سابسکرایبرشون دارن ویو میخورن و واسه خارجی ها این قضیه خیلی چیز عجیبیه چون خیلی کم پیش میاد یه یعنی همچین اتفاقی بیفته شاید بشه گفتش که یه یه مینیمومی که روی این داستان وجود داره Uh, حدودا یک تایم منظمی باید داشته باشن مثلا چه میدونم در ماه حداقل یه تعدادی ویدیو بذارن بسته به محتوایی که دارن و ج... بیشتر جذب کردن افراد واسه من شاید یه نفر رو یوتیوبر میکنه یعنی من روند رشد یه آدم میبینم واسه یوتیوبر میشه چون من آدم رو میشناسم مثلا سالها دارن درجا میزنن و دیگه حس نمیکنم اون آدم مثلا یوتیوبر موفقیه بخواد آدم مثلا اون اسم روش بذاره اینکه شاید یه نفر اصلا توی یه سال از 100 تا میشه 300 تا داره این مسیر یوتیوبری رو طی میکنه تا اون آدمی که مثلا رو ده هزار تا سه سال ثابت مونده حالا میگم من خیلی روی یوتیوب واقعا نمیتونم نظرم کارشناسان نیست اصلا حساب نیستم واقعا توی اون کتگوری که بخوام روش نظر بدم اگر یه حالا خانواده باشن که تا به حال استریم نکرده باشن شخصی باشه که تا به حال استریمینگ رو ندیده باشه و اینا اگر بخوای استریمرای موفق ایرانی بهشون معرفی بکنی که شروع بکنن ببینن که اون فرهنگ چیه و چه چی جوری اصلا این کار انجام میشه کیا هستن به نظرت؟ میارزه نفر... که مثلا وقت بذارم ببینن آره میارزه نفر اولی که من معرفی میکنم احتمالا نیچوکوه فردی به اسم کوروش بی نهایت تلنتده قبلا کارهای یا رادیویی یا پادکستی مطمئن نیستم ولی یعنی با کار صوتی خیلی آشناس و واسطه این هنر صوتی که داره در لحظه مثلا افکت های مناسب کارهای مناسب خیلی جذاب میکنه استریما شو و فمیلی فرندلی هم هست یعنی این موضوعیه که وجود داره که قابل قبولش میکنه مثلا اگه Uh, چه میدونم توی یه استریم دیگه آدم پنج بار مثلا شانس داشته باشه که یه حب... یه تیکه uh, حرفی مثلا فوشی چیزی بشنوه uh, توی اونجا، شانسش خیلی پایین تره آره شانسش پایین تره حالا بسته مثلا اتفاقی که داره میفته و طوری هم هستش که مثلا تیکه های با داره که یه آدم بزرگ سال مثلا میبینه میخنده ولی بچه متوجه نمیشه و مثلا بچه هم هم بچه بهش خوش میگذره همون پدر مادره میشینه میبینه بهش خوش میگذره مثلا این داستانو داره ولی خب بقیه افراد هم مثلا کسی که هستن که واقعا جذابیت داره کاراشون خب آریا کارش خوبه من تو این داستانا آره توی این داستانه یه خورده پر کار خودم واقعا کار قویه یعنی توی داستان پادکست و سرگرمیه قبولش دارم شاید توی امه. مثلا داستانه دیگه قبولش نداشته باشم ولی در حال حاضر چون نمونه موفق دیگه پیدا نمی کنم و آدمایی زیادی تلاش میکنن و این نمونه موفق پیدا نمی کنم میگم حداقل الان خودم اوکی هم. اگه پادکست مثلا گیمی اطلاعات گیمی کسی بخواد به دست بیاره یه بنده خدایی هستش هایزنبرگ هاشم. این بنده خدا اطلاعات خیلی خوبی داره کار نقد گیم رو داخل رسانه انجام میده و توی مثلا آلمان زد نمیکنه اکتیو مثلا این کانونشن هایی که هستش رونمایی بازی ها رو پیشا پیش میره و با استودیوها در ارتباط مثلا یعنی اطلاعات قوی میتونه تو این داستان با آدم بده این فردا مثلا پیشنهاد میکنم اگه میخواد آدم دنیای گیم رو بهتر بشناسه چون واسه سری دنیای گیم به مثلا چه فورتنایت و کال آف دیوتی و مثلا کانتر سترایک و اینا خلاصه میشه در که یه عالم دیگه ای دنیای بازی داستانیه که خارق العاده است یعنی بازی های مثلا مثل گاداوار وار ورژن آخرش قشنگ یه روایت داستانی زیبایی بین ارتباط یه پدر و پسر رو نشون میده که دلستاواز خارق العاده ارتباط یه پدری که بچه از دست داده و یه بچه جدیدی به نوعی پیدا میکنه شاید میدونی یعنی دختر از دست داده شد توی یه نفر دیگه میبینه و اینا چیزاییه که ما تو زندگی واقعی خدا کنه که تجربه نکنیم واقعا ولی اون حس و داخل اون بازی ها لحظه به لحظه به دست میاری و مثلا با بازی بغز میکنی با بازی میخندی و با بازی اصلا میترسی همه اینا لحظه به لحظه اتفاق میفته و اینا افرادی که به نظر من استریماشون دیدنیه منتظرم ببینم میا کوروش چیکار میکنن قطعا اونم جذاب خواهد من بچه دیگه کارون فرا شما خیلی ساکتین من ببخشید اگه دارم همینطوری سوال میپرسم هم... اگه شما سوالی دارید بپرسید دا اگر که چیزی پیش میاد نه کار خوبی میکنید چون کلا این بحثا از هیته چیزایی که من میدونم خیلی فاصله داره من یه چیزی که خیلی اسمش میکن. اومد توی این حالا صحبت و صحبت قبلی این دونیشنه میخواین یه توضیح بدی بعد صحبت کنیم چون ما خودمون حالا بگم دیگه ما خودمون درگیره یه همچین مسئله هستیم که آیا باید باشه یا نه؟, نه نه آیا باید پولو از پولدار گرفت یا باید پولو از مخاطب گرفت میگه چی میگم یعنی ما این توی حالا پادکسترا خیلی چیز داغیه که اسپانسر باید گرفت یا باید از شنونده ها پول گرفت نگاه دیگه... اشتباهیه پولو باید از کسی بگیری که واسهش ولیو داری ارزش داری مم. چه شنونده باشه چه پولدار باشه و اگه میتونی به جفتشون ولیو بدی از جفتشون حالا آره در مورد این دونیشن بگو اصلا بگو ببینیم چیه چه چجوری اه انجام میشه توی ایران جوری توی خارج چجوری ببین و... اون تایمی که من توی آپارات شروع کردم قشنگ یعنی زمین خاکی آپارات و قبل از اینکه اصلا سایت های حتی این داستان وجود داشته باشه خب من استریم می‌دیدم و می دونیشن وجود داره اینجوری که خب چه،, چه شکلی این قضیه اصلا وارد داستان استریمینگ بکنیم و کانسپت قضیه چیه کانسپت اسن حمایت اینه مالیه منظور بگی. آره، کانسپت اصلی اینه که شما به واسطه اینکه یک محتوایی رو که رایگان هستش می‌بینی، اگه ازش لذت می‌بری، این اختیار رو داری که از سازنده اون محتوا حمایت بکنی. به هر مبلغی که خودت میخوای با هر شرایطی که خودت می‌خوای. و این البته مال شما 85 85 نه 10000 الان. 10000 دلار رفت بالا، الان رفت. اوکی، 85 85 رو مال شما. خب. <تص> 8585 تومن دیگه حالا مجبور اونجوری بخونید آره و شما هر چقدر که بخوای مثلا حمایت میتونی بکنی دیگه ولی خب مثلا قطعا یه مینیمومی داره یا یه سقفی هم بعضا داره که توی اون رنج شما کمک میکنید به اون فرد و این پول رو حالا طرف یا یه هدفی قرار میده برای اون هدف خرج میکنه یا مثلا واسه خرج روزمره زندگی خودشه دیگه اون انتخاب اون فرد شما مثلا لحظه‌ای که پول به طرف میدی دیگه به اون فرد میسپری داستانو ولی خب طبیعتا اگه یه هدفی داره مسئولیت طرف اینه که خرج اون هدفه بکنه دیگه شما واسه اون هدف پولو دادی اون تایمی که من شروع کردم یه همچین داستانی اصلا نبود و من اون موقع رفتم دنبال داستانی که اصلا از چه سرویسی میشه استفاده کرد یادم میومدش چند وقت پیش چند سال پیشش در است من یه حساب زرین پال درست کرده بودم و اونو مثلا وریفایش کرده بودم توی ایران زرین پال واسه کسایی که میشنون عجیبه واسهشون پیپل تحریم شده است <تصفح> یعنی توی ایران ما چون پیپل ندارن زرین پال استفاده میکنم و مثلا یه درگاه پرداخت بهت میده مثلا کیف پول خودش رو داره قشنگ مثل پیپل یه کپی پیست کامل و اونو به عنوان چیز گذاشتم یه زرین لینک داشت یه لینک کوتاه داشت اونو به عنوان مثلا لینک حمایت مالی رو صفحه گذاشتم گفتم آقا اگه کسی میخواد حمایت بکنه میتونه از این طریق مثلا حمایت بکنه و مبالغ هم خیلی مثلا حالا با توجه به مثلا اون تعداد ویور بازم شاید اوکی بود واسه اون زمان ولی شاید مثلا ماهی اون ماه اولی که اینو گذاشتن 288 هزار تومن بود مبلغ خب خیلی مبلغ ناچیزیه الان که آدم نگاه میکنه ولی واسه شروع داستان باز یعنی علاقه توی مخاطب بود که این کار رو انجام بده و به واسطه این قضیه هم بیشتر دیده میشد هم یه خورده ویژه میشد پیش اون استریمر به خاطر اینکه علاوه بر وقتش داره یه جور دیگه هم حمایت میکنه دیگه یعنی این به وجود اومد و اتوماسیون این قضیه با سایت ریمیت شروع شد یه جورایی من اینو واسه خودم خب، کارم برنامه نویسی و اینا بودش واسه خودم رو انداخته بودم و تفکر اون موقع هم خیلی شخصی گرایی بود یعنی به کس کسونش نمیدم و خیلی از استریمرها هم اینجوری بودن که آروین حالا مثلا اینو چیز بکنه اونجا که نه مثلا همچین کاریو نمیکنم حتی درد میگفتم آقا مثلا 20 درصد مال تو فلان میگفتم مثلا تو بگو 90 درصد مال من من مثلا همچین داستانیو با کسی شیرش نمیکنم تا زمانی که دقیقا سرویس حمایت مالی ریمی اومد که به اتوماسیون این کار رو انجام میدادش علی سازنده ریمیت از بچه هایی که الان باش دوستم و بچه خیلی خوبی این کا... سیستمش هم ساده است مثلا شما درگاه خودت رو داری مبلغی که میخوای مثلا دونیشن بکنی پولی که میخوای بدی رو دونیت بکنی رو وارد میکنی مثلا میزنی چند پونزه هزار تومن اسم خودتو میزنی یه توضیحاتی هم اگه دوست داشته باشی مینویسی مثلا که آقا من خیلی با محتوا حال میکنم اگه مثلا فلان چیزو بیشتر انجام بدی من بیشتر خوشحال میشم یا مثلا چه میدونم امروز تولدمه دارم استریم تو میبینم خیلی دارم لذت میبرم مثلا که حالا به واسطه هر چیزی یه مثلا واکنش مناسبم اون استریمر طبعا نشون میده به این داستان و این نوتیفیکیشنش رو صفحه میاد همه مخاطبای دیگه هم مثلا اون پیام رو میبینن به این شکل استفاده میشه فرهنگ بعضی هم یه سلیبریشن یه جشن آره. خاصی دیگه دونیت که میگیرن آره آداب و رسوم رنگ میاد و یه سری آره. صداها میاد و بعضی های حرکاتی انجام میدن و اینا هرکی کی به حال به نحوه خودش با این موضوع کنار میاد بستگی داره آخه ببین دونیشن برای چی هم یعنی یه سوال دیگه مثلا طرف میگه که آقا این قضیه بیزینس منه و کار من و من تا اونجایی که بتونم سعی میکنم دونیت بگیرم پس اگه میتونم با گذاشتن صدای خندهدار مردم مجاب کنم که دونیت کنن این کار رو میکنم اگه بتونم واسه تصویر خندهدار بذارم که این کار رو بکنم این کار میکنم اگه اکتم سرگرم کننده باشه موقع این کار اون اکت رو انجام میدم واسه من بیشتر معیار سرگرم کنندگی ای برنامه‌مه یعنی ساده ترین دون... گیف دونیت که مثلا اون تصویر که میاد رو سفر رو دارم یعنی دیفالت خود اون برنامه اصلا تغییر نکرده صدا تغییر نکرده و واقعا تشکر من شاید مثلا شده کسی یه میلیون یه میلیون و توی یه لحظه واسه من به تو من البته دیگه جابجا جا کرده و من جو کل جو جو کرده هم جا, 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 جا کرده حرف فرجی جابجا کرده دیگه یعنی <applause> 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 دونیت کرده و من اون لحظه مثلا کل تشکرم این بوده که رفیق متشکرم واقعا عدد عدد خیلی بالاییه و بی نهایت این پوله به من کمک میکنه نمیدونی چقدر با من عرضش منه ولی یه استریمر دیگه ممکنه اینجوری باشه که وای آجی پشمام یه میلیون و پونسد چی کار کردی نمیدونم فلانی ترکوندی داداش فلان بعد میپرم بالا میپرم پایین من نیستم متاسفانه یعنی این فازه رو نمی... به شخصه نیستم آره ولی نمیگم مثلا فازه اشتباهیه برای اولویت اون فرد روی این داستان من دوست دارم اگه مثلا هزار تان طرف کمک کرده به واسطه اون حالی باشه که اون لحظه با اون کانتنت داشته به دست می آورده تا اینکه مثلا من بخوام دلیل اضافه ای بدم برای اینکه اون لحظه دونیت بکنم ولی خب یه جاهایی هم خط قرمز دارم روی این یعنی اینم میخوام به عنوان سلات اینجا استفاده بکنم مم. به زودی قراره یه استریم خیریه داشته باشم و تا... استریمش یه تایمر داره رو سی دقیقه و یعنی سر سی اگه تایمر صفر بشه استریم بسته میشه و هر باری که افراد دونیت میکنن یا سابسکرایب میکنن یعنی هر راهی که به من پول میرسونه توی این داستان که من این پول رو میتونم به خیریه بدم با هر باری که این پول داده میشه بسته به مبلغش به این تایمه یه مقداری اضافه, میشه. میشه مثل و اون بازی, بازی اکسش... کراشه که تو رامیری چیز میگیرید آره. گیمیفیک... و اینجا هم آدم یه جورایی بازی آره. بسازه دوستان و هرچه این بیشتر بشه خب اون استریم طولانی تر میشه بعد من حد اکثرش حالا 24 ساعت در نظر گرفتم که مثلا تایم منطقی یه بسن و امیدوارم حالا مثلا یه مبلغ قابل توجهی بتونه آدم تو این داستان جمع بکنه که 24 ساعت این ساعت یعنی تو 24 ساعت بره بالا اگه دونیشن گرفتی لایو طولانی شده تا 24 ساعت یعنی تو 24, 24 ساعت اون صندلی بشینی Chief... و نه دیگه واقعا 24 ساعت رو صندلی نمیشن یعنی هم مثلا ممکنه یه تایمی من روی این تخته دراز کشیده باشم فقط کلمو ببینم دارم داد میزنم باهاشون صحبت میکنم و واقعا چون 24 ساعت سن رو صندلی نمیشه و ممکنه یه تیکش آیارل باشه ممکنه یه تیکش آره مافیا بشه تیکش مثلا حالا اینه که میگی دو سه هفته پیش بود که یه استریمر برای بچه‌ها فرستادم من خودم اونجا رفتم دونیت کردم <متصف> خارجی بود به نام کورج که برای تولدش بلنه. بود و اومد آره کورج <متصف> جدی اومد یه استریم گذاشت فکر کنم 12 ساعت استریم کرد و تا آخرش 506 هزار دلار درآورد برای <متصف> مقابله با کرونا مادر بزرگش فوت کرده بود به خاطر کرونا و برای این مثلا یه پولی جمع کرد برای مقابله با کرونا و 506 دلار توی 12 ساعت جمع کرد و خب خیلی جذابه دیگه من دیده بودم که فکر میکنم آریا کیوکسر بود که یه پول خیلی مناسبی جمع کرد میخوای در مورد اون صحبت بکنی که بگی چجوری بود فکر دوستانه... یه ویدیو هم تو در ساختی آره چون اون پوله رو د... آ... یه بخشی من سعی کردم خودم کمک بکنم و خب ب... مثلا بقیه افرادم تو این داستان این کار رو انجام داده بودن حس کردم که موضوع موضوعیه که میتونم حتی روش کلیک بیت انجام بدم تا این منظوره رو برسونم چون بعضی اوقات خیلی از حرفا رو آدم باید با یه دلیلی به مخاطب بزنه تا بشینه گوش بده <applause> و من مثلا از اون مبلغی که جمع شده بود یه بخشیش رو کمک کرده بودم آه... اومدم تایتل زدم گفتم آقا نه مثلا دونیت سی میلیون تومنی فلا اینا که اون افراد بیان و یه زلزله میم زلزله سیل بدی داخل سیستان بود و اون تایم ما متاسفانه درگیر مشکلات سیاسی هم بودیم داخل کشور و خیلی مثلا بایکوت خبری سنگینی روی داستان سیل بود و خیلی توجه ها مثلا روی سانه واقعا دردناکی که سر هواپیمای هواپیمای اوکراین بوده نکنم رخ داده بود بل. واقعا مثلا که اونم به نوع خودش واقعا ناراحت کننده بودش ولی خب داشت این این یکی فاجعه رو هم مثلا تحت شها قرار میداد کار خیلی قشنگی بود که آریا انجام داد و اون تایمین استریم رو گذاشت و من بی نهایت خوشحال شدم و دوست داشتم همیشه توی این شرایط ها آدم بتونه یه کمکی بکنه یه کاری بکنه و توی اون استریم خود میا میا پلیز و کوروش کمک کرده بودن خود تاکسیک گرل یکی از یوتیوبرها و استریمرهای خوبمون کوسر کمک کرده بود بقیه عزیزان یعنی از ریز و دروش واقعا کامیونیتی دوره هم جمع شدن و من خودم هم تلاش این بود که اون روز مثلا این کار رو بتونم انجام بدم یه پول خوبی جمع بشه و این مبلغ مثلا پنجا میلیون و خوردهی پنجا و چند میلیونی که جمع شد عدد عددش هد خیلی ناچیزی باشه در مقابل مثلا چیزی که پتانسیلش هست ولی نقطه شروعیه برای نشون دادن اینکه آقا با خوشحال بودن هم میشه کمک کرد ما متاسفانه خیلی وقتا کمک و اینا رو با رنج و عذاب و بدبختی و اینا همش فکر میکنیم بعد انجام بشه و الزاما اینجوری نیست میشه یه نفر بشینه خنده بیاره رو لب بقیه بقیه به واسطه اون خنده اون سرگرمی با خاطر اون شادیه بیان پولی رو کمک بکنن و اون پوله کار خیری انجام بده اشک یکی دیگر رو پاک بکنه و این قدرتیه که من توی استریمینگ شاید الگوی بزرگم واسه این داستان دکتر لوپو یه فردی که سالهاست داره مقابله میکنه با سرطان و اره. واقعا یکی از الگوهای بزرگ من توی این داستانه چهار میلیون دلار تا الان جمع کرده فرد. آره اصلا عجیب غریب این بشر خب و این فردو من دیدم اینجوری بودم که آقا اگه جهانیش میشه چرا ایرانیش رو انجام ندیم و من همیشه همیشه سعی کردم هر شرایطی که پیش میاد و مثلا کار خیریه اینجوری هستش حتی مثلا یه مبلغ پایینی هم شده سهیم باشم داخلش اه. چون فکر میکنم که این یکی از نقطه های جذاب و زیبای کامیونیتی مونه که میتونیم واقعا نشون بدیم که اه. مثلا سرگرمی خنده شادی اصلا شما بگویید این تایم وقت هدر دادنه ولی این وقت هدر دادنی که از نگاه شما وجود داره برایندش اینه که یه پلی برای اون سیل زده درست شه. یه چادری برای اون زلزله زده درست شه. و شرایط زندگی یه نفر دیگه که هیچ ربطی به ما نداره بهتر بشه اینو مثلا شاید یعنی مال الانم نیست مثلا از دو سال پیش چون واسه یه محک ما مثلا چیز میکردیم کمک میکردیم تا مثلا جلوتر افرادی رو شناسایی کردیم که به کمک نیاز داشتن کمک میکردیم مثلا خانوارهایی که واقعا مشکلات شدیدی داشتن این مثلا زیر نظر کمک میشد و واقعا هم گزارش میدادیم به مخاطب که ببینیم مثلا ما با این خانواده صحبت میکردیم و واقعا صورت رو سانسور میکردیم صدا رو وقت میذاشتیم عوض میکردیم نشون میدادیم شرایطو و میگفتیم آقا ما میخوایم این پول رو به این فرد کمک بکنیم و واقعا همراهمون کردن یعنی مخاطب ما بسیار مخاطب با مرامی بوده و پا به پای ما تو این داستان ها قدم برداشته و ولی الان اول راهشه یعنی این... تازه جامعه کوچیک اگه با مثلا این تعداد آدم میاد پنجا میلیون تومن جمع میکنه این جامعه بشه میلیونی کارایی میتونه بکنه که مدیریت بحران انگوش به بمونه که آقا اینا مثلا اینا همون هایی بودن که ما بهشون بیتوجهی میکردیم و اینا همون آدمایی بودن که ما بهشون میگفتیم مثلا بیکار و الاف و مثلا تو خونه نشستن هیچ کاری نمیکنن و, و این قدرت هست و خیلی قشنگه که افراد بیان وارد این داستان بشن و واقعا دمشون گرم دارن همراهی میکنن یعنی همه استریمر رو همه مخاطبا ادادا عددها هم عددهای کوچیکی نیست یعنی حجم مراودات مالیت عددهای بزرگیه تا الان شاید بالای چند میلیون کمک خیریه انجام شده و جا آن جدید داره بالای چند میلیون کالکتیولی روی همه آره. استریمرها آره. که انجام آره. شده ولی آره. بیشترینش در آن واحد 5 میلیون برای آقای کیوکسر آره اون 5 میلیون 5 میلیون هم بیشتر بود اون پول یعنی 556 میلیون 556 میلیون اگه اشتباه نکنم پولی بودش که اون تایم کمک شد و واقعا بغانم... اون هدفش هم خیلی کمتر بود یعنی هدف با چند چند برابر بیت شده بود اون هدفش 5 میلیون بود هدف اولش 5 میلیون از طرف آره بود اما فکر کنم مثلا 23 میلیون بود ولی بیشتر شد نه بورد 20 okay. تومن چیز بود اون آ... یعنی کلمه 30 تومانی که بیست بیسواله اون دونیشنی بود که من انجام داده بودم uh -huh. چون آ... کلیت داستان 50 تومن بود uh -huh. و من پولی که واسه من اون تایم می‌خواستم کیس بگیرم یه کامپیوتر قرار بود بگیرم کامپیوتر خیلی قوی و مثلا دریم کامپیوتری هم تو ذهنم بود و مثلا آ... بعدش یه 10 15 تومن دیگه هم جمع می‌کردم مثلا اون چیزی که می‌خواستم اون تایم بگیرم بعد این سی میلیون تومانه که تا اون موقع جمع کرده بودم اینجوری بهم که خب این کار ارزشش رو داره و مثلا شرایط خوبیه و دوست داشتم که این هدفه حتما پر بشه واسه مثلا من دیده بودم یه تا یه حدودی هم تایم استریم گذشته بود مثلا نصف تایمش رفته بود و هدف 20 درصد پر شده بود و دوست داشتم این اتفاق بیفته و خدا آریا هم نمیدونست مثلا قراره مثلا یه همچین دونیشنی انجام بشه سی میلیون تومن بهش مثلا توی واتساپ گفتم آقا ماکسیموم لیمیتش جمع. 10 میلیون 5 میلیون هم عددی بود گفتم ماکسیمم لیمیت ریمیت تو ببر رو میلیون تومن گفت چرا گفتم آقا دیگه کاریت نباشه دیگه ببر رو میلیون تومن و شد چه شد ولی آره افراد مثلا کاری که انجام دادن خب اون مثلا 30 تومن هم پول جیب من که نیست الزامن کمک هزاران آدمیه که داخل استریم من هم حضور داشتن و به من لطف داشتن به من این پول رو مثلا دادن به واسطه اون محتوایی که تحویل گرفتن و باش حال کردن و این شرایط مثلا این شکلی خیلی جا داره یعنی من مطمئنم اگه الان آریا دوباره توی یه شرایط ویژه این کار رو بکنه زدن عدد های مثلا 80 میلیونی 100 میلیونی زیاد دور از دسترس نیست میشه بهش رسید کارون فرا شما نظرتون چیه در مورد دونیشن ما شون خودمون هم یه جورایی با این موضوع یه ذره درگیر بودیم بین خودمون میخوام بدونم که نظرتون چیه حرفی که آروین زده و خیلی باحال کردم که گفتم کسی که بس ما بهش ارزش میدیم واسه ما ارزش داره اون پول رو باید بده ما حالا باید یک... نه. نه نه یعنی آره یعنی اون اون حالت جالبش میشه که یعنی باید. یا نذاریم بگیم اونی که پول داره یا حالا اونی که دنبال کنند از چنوند است و حس بکنم دیگه ما هم باید مثلا تن اون رو به این آب بزنیم حالا یکم زیاد روش فکر کردیم و اینا ولی خب مثلا ما هم میتونیم مثلا به این جامعه گیمرها استیمی رو بپیوندیم تو همچین شرایط های خاصی برای ما هم یه درگاهی داریم یه سری شنونده داریم میتونیم ما هم یه باری به نظرم برداریم توی این داستان یا حالا یه کمکی باشیم حالا هر چقدر بزرگ حالا داره میره به اون سمتی که دیگه نمیتونه جملهش آره. رو کامل کنه نه دیگه کوچیک <applause> یا بزرگ <تصفيق> دیگه <تصفيق> دیگه خاصیتی که داره جمله رو تا یه جایی میبره و دیگه ول میکنه جمله رو از <applause> آره اون بخشش که حالا دونیشن برای خود کسی باشه که محتوا رو تولید میکنه حالا اصلا بحثش اینجا نیست نمیخوام راجع اون الان صحبت کنی ولی اون بخشش برام خیلی جالب بود که میگفتید این پولا رو جمع میکنید حالا به سیل سیستان بلوچستان یا حالا هر اتفاق دیگه ای که باشه از اون خیلی کار جالبیه حالا اینجوری بهش نگاه نکنیم که ستاد مدیریت بحران بیاد بگه این بچه ها مثلا این کار کردن اینجوری باشه که اونا بفهمند آقا این کارها هم ارزش داره و بالاخره هر محتوایی که شاید هر نگیم ولی محتوایی که بالاخره مخاطب زیادی رو جذب میکنه به خودش بالاخره باید ارزش بهش گذاشته بشه و کارهای بزرگی هم انجام میدید که دادی چرا هر نگیم هرش چرا نگیم بخون این و مخاطب دا زیادی دا دا داره <تصفح> هر و مخاطب زیادی داره من نمیخوام هر بیارم من بگم چرا هر نگیم چون هر کسی حاضر دفعًا. نیستش واسه کار خوب ازش استفاده کنه یعنی مثلا شما لایو چند صد هزار نفری و اون بنده خدا کیه میاره دخترها اون وسط غیر میدن بله آره. زیادن آره. خیلی حسن. زیادن خب آره افرادی از در عقب میبینی... از تکنولوژی استفاده میکنن آره خب این همون بخش گنزدن به داستان است که مثلا همیشه میگم تو های اجتماعی داریم خب این آدم هیچ وقت نمیاد این قضیه رو واسه مثلا سود فلان استفاده بکن. اگر هم بکنه اگر بکنه به عنوان مثلا یه پلات تبلیغاتی ریز انجامش میده و میره دو تا هم عکس و سلفی میگیره سلبریتی تور از داستان مثلا میگذره و میره واقعا هدفش کمک کردن تو این داستانه نیستش خب آره مثلا ولی... ارزشمنده که حتی اینقدر کوچیک بره به این سمت یعنی شما مثلا میگید که آقا ما هم یه درگاهی داریم و تو این داستان بپیوندیم شما بگو اصلا یه ریال این مم. پیوستنه با ارزشش میکنی که آقا شما حاضری از این پلتفرم برای این کار خوبه استفاده بکنی و این خیلی ارزشمنده بگو کارون تو چی میخواستی بگی جوناتام آره دقیقا همین رو بگم اون جور آدما که خب بحثشون جداست ولی خب بچههایی که سرگرمی دارن ایجاد میکنن دیگه بالاخره هر انسانی تو زندگیش سرگرمی نیاز داره یکی فوتبال نگاه میکنه یکی نمیدونم میره سینما یکی هم میشینه بازیهای بقیه نگاه میکنه بچههایی که دارن نه. این محتوا رو تولید میکنن که مفید هم هست حالا ممکنه با ذهنیت یه سری آدمایی که سنشون از ما بیشتر خیلی مطابقت نداشته باشه ولی محتوایی که مفید است ازش تو این راستا استفاده کنم از خیلی خوبه خوبه که حالا همچین درگاهایی هم تو ایران ایجاد کردن که میتونن بچه ها دونیت کنن شما مثلا منتقل کنید به جاهایی که نیازمند هستن ولی اون بحثی که فرهاد سری رفت سمتش اون جداست اون اصلا ما اینجا نمیخوایم صحبت کنیم چرا <تص> 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 میگم چه میگم نه خب مسئله نداره دیگه برای مطرح شد من بهش اشاره کردم این موردی که کمک کردم به بقیه من خیلی پسندیدم خیلی <متصفح> آره آره من در جریان نبودم فت اصلا ولی خیلی خبر خوبی منم میگم منم واقعا نمیدونستم من بعدا رکورد شده اون استریم رو دیدم و برام خیلی جالب بود و بعدش میگم حالا مال این کورج رو دیدم دیدم چقدر جالبه حالا اتفاقی که میفته برای اینکه آدم ها رو ترغیب بکنن که بیان دونیت بکنن یه سری کمپانی ها میان اسپانسر میشن مثلا کمپانی ریزر که مثلا تمام وسایل گیمینگ کامپیوتری و اینا رو داره مثلا ارائه میده من خیلی مثلا میگم مردم شده بعضا میشمورن این مثلا های منو ببخشید بعضا جامعه هم اضافه کنن دیگه <applause> آره میاد ارائه میده میاد اسپانسر اون قضیه میشه میگه من پنج تا کیبورد میدم برای کسایی که میان دونیت میکنن و اینا رو به صورت قرعه کشی به آدما میدیم که ترغیب بکنه که بیان این کار بکنن توی ایران کمتر این اتفاق میفته یعنی احساس میکنم اسپانسرها اون ذهنیت و نسبت به استریمرها یا گیمرها هنوز پیدا نکردن درسته یا اینکه داریم و ما ما آدمایی که مارکتینگ درست تو این کار انجام بدن که کلا نداریم خب و کلا راه درست این قضیه بیشتر اینه که به نظر در حال حاضر چون این داستان رو نداریم خود یوتیوبرا و استریمرها و برن سراغ این داستان که درست از اسپانسرها استفاده کنن برای مثال من یه بنده خدایی بودش حالا یه ویدیو اسپانسرینگ انجام داده بودیم باهاشون مبلغی که برای اسپانسرینگ انتخاب کرده بودیم مثلا به توافق رسیدیم سرش مبلغی که خب مثلا کم نبود ولی خیلی زیادم هم نبود مثلا رنج زیر ده میلیون تومن یه مبلغ مثلا میلیونی و من آه. اون مبلغ رو برای یه ویدیو استفاده کردم و تو کل اون ویدیو اون پول خرج میشه خب و عملا مثلا یکی از بیرون ببینه میگه نگاه کن اسپانسر گرفته و پول اسپانسر رو داره میده به یه سری دیگه خب این است مثلا داره این کار میکنه ولی در ازای همین داستان ویدیویی تولید میشه که من از ویوی اون بیشتر از پول اسپانسرم پول در میارم حالا من میخواستم تو اون ویدیو مثلا بشینم تبلیغ کنم بگم نمیدونم مثلا این اسپانسرم اینطوری اونطوری خب کسی واسش مهم نبودش تو اون حالت این خلاقیت چجوری استفاده کردن از پوله خیلی مهمه مثلا الان من دارم با یه بنده خدایی صحبت میکنم سر داستان اسپانسرین که مثلا اوکی دادن بهشون گفتم آقا من نمیدونم با این پول قراره چی کار بکنم خب ولی عقبه مثلا داستان اینه که من این سری ویدیوها رو درست کردم و این بازخورده رو داشته اگه شما دوست دارید بودجتون رو به من اعلام بکنید من بر اساس این بودجه با فلانی و فلانی ویدیو درست میکنم و بازخوردش هم تو این رنجه واسهتون اگه دوست دارید انجامش بدید و الزامن یعنی ب... نباد... همه درگیر اینن که تو اون لحظه چقدر به خودشون میرسه زیاد آینده نگری ندارم و اینو خود استریمرها و یوتیوبرها باید بهش برسن و هر موقع ما این داستانو از استریمرها و یوتیوبرها داشته باشیم بچهای مارکتینگ هم یاد میگیرن ازشون ولی الان نه الان تعطیل تعطیل این داستانا توی کارون یه عشقی کرد می‌خواد چیزی بگه بگو این چیزی که م... گفته حالا خیلی مثلا جالب بود که خیلی کار جالبی کردی من یاد یه چیزی افتادم شاید حالا خیلی دیده باشن یه عکسیه دو تا قسمت داره داره فرق مثلا یه بیزنسمن و با فرق مثلا آنترپرنور یه کارآفرین داره نشون میده میگه فرض کن شما یه هندونه داشته باشی ممکنه بیزنسمن ایدش این باشه که مثلا هندونه ده دلاری رو بکنه چندین تا قسمت مثلا دونه دو دلار بفروشه ولی مم. اونی که حالا کارآفرینه میاد هندونه رو مثلا آبشو میگیره اون آب هندونه رو مثلا لیوانی 5 دلار میفروشه این دقیقا های مینه حالا به جای که تو اون پول مستقیم بگیری مثلا چون هم یه جایی خرج کنی با اون پول میری یه ویدیویی تولید میکنی که اون ویدیو خودش به خودی خود انقدر ویو میگیره که پولی که تولید کرده از اون مثلا اسپانسر اولی بیشتر بوده و ارزشش واسه مخاطب منم بیشتره یعنی مخاطب من دوست نداره بدونه که مثلا فلان آدم چیکار داره میکنه آره آفر همین عکسی که ایمان داره نشون میده دقیقا اینو من پیداش کردم عشق میکنی یاد میگی میرم برات پیدا میکنم میذارم اینجا آره یه اون واسه دلالم اگه تو این عکس میگنجوندن دیگه من روزم روز روز ایرانی میشه آره یه دلال واسط آره پس فکر میکنی هنوز اون در واقع خود جامعه ایرانی نمیدونن چجوری این اسپانسرها رو ما استریمینگ الان بخوام برن سمتشون یعنی الان تو جاده خاکیه و معدو قشنگ انگوش شما آدمایی که دارن این داستان رو درست انجام میدن و مثلا یه سری آدما چه هم یکی دو سال پیش درگیر داستان چه مدیر برنامه اینا و لفظای بیشتر کلاس داشتن بود خب چون واقعا هنوز ما تو، توی اون سطح نیستیم و اصلا استریمر و یوتیوبر و این افراد سلبریتی نیستن که بخوان مثلا چیز بکن درگیر این داستان بشن و تو اشره جهانیش مثلا یکی مثل نینجا با اون همه مثلا دبدبه و کپ کب تازه داره به جای یه استریمر یوتیوبر مثلا س... پرسونالیتی که شناخته بشه داره به دنیای سلبریتی ها نفوذ میکنه و داره مثلا مینستریم میشه آدمای عادی میشناسنش و به اون شرایط سلبریتی شدن کلیه نزدیک میشه ولی م. توی ایران که اصلا خیلی فاصله است خیلی فاصله است یه مثال از آفتاب لگن صد دست شانار هیچی در خیلی مواقع ما خودمونم بعضی موقع گرفتارشیم مثلا من میرم چه میدونم میکروفون فلان چیزو میگیرم فلان دوربینو میگیرم ولی محتوا واقعا صفره یعنی ما خودمونم یه مدت درگیره یه موضوع بودیم حالا من میگم اول از خودمون شروع میکنم ولی یه چیزی که من دوست دارم حالا بهش یه ذره اشاره کردیم ولی زیاد صحبت نکردیم اینه که آدما میگن که ما چه جوری باید شروع بکنیم یعنی همه میگن که ما حالا یه ذره گفتی باید صدای خوب داشته باشه ولی تصویر کم ولی اون کامیتمنت اون در واقع اون چیزی که اون کامیتمنت رو کارون بگو تعهد تعهد به اون کاری که میخوای انجام بدی رو اولویت باید قرار بدی تا اینکه از وسایل خیلی فنسی و وسایل اه. خیلی گرون قیمت و با کیفیت داشته باشی اینم یه ذره در صحبت کنیم چون که احساس میکنم ما خودمون زیاد شنیدیم از کسایی که میخواستن پادکست درست بکنن فکر کنم همه بچه اینجا در جریان باشن که ما فکر کنم هفته یه دونه مسیج میگیریم که ما میخوایم پادکست درست کنیم شما چه میکروفونی داریم ما خودمون اوایل مثلا برید رو ببینیم ما واقعا پای میکروفون نداشتیم به گلدون وس کرده بودیم از این میکروفونای کلیپانه که مثلا میتونی از ای بی 15 دلار بخری هم داشتیم و به گلدون دست کرده بودیم و کار فرهاد تو گلدون صحبت میکرد و اینطوری بود که ما از همونجا شروع کردیم ولی خب الان همه الان دارم میبینن که چه هم یه دوربین مثلا مناسب داریم شاید یه دو تا میکروفون مناسب داریم و اینا و همه دوست دارن مثلا از اونجا شروع بکنن و فکر میکنن تا اون نباشه نمیتونن و ما خودمونم ذهنیتمون ذهنیت اول همین بود بذاریم در این موردم صحبت بکنیم ببین من یه چیزی حالا مثالش شد همیشه زدم اونم اینه که اگه ما مثلا سنگای قیمتی هم در نظر بگیریم و مثلا چیز بخوایم تو این فاز باشیم اینکه شما چه امکاناتی داری میشه رنگ و لعاب و اون خاکگیریه و برق انداختن اون سنگه یه الماسه همچنان الماس اونی که مثلا زمرده همچنان زمرده و اون مثلا حالت قیمتیه هیچ وقت زیر سوال نمیره ولی مدت زمان شناسایی کمتر و بیشتر میشه خب یعنی شما برای مخاطب طبیعتا باید تمام دلایلی که شاید لحظه اول زده بشه رو ازش بگیری باید بهترین دوربین رو سعی کنی داشته باشی بهترین صدا رو سعی کنی داشته باشی بهترین بکگراند رو سعی کنی داشته باشی طبیعتا اینا ایداله ولی اینا برق کشیدن روی اون داستانه اون چیزی که مسه همیشه مسه خب و شما هر چقدر روش برق بکشی این عوض نمیشه شما باید بری توانایی ها رو بیشتر بکنی و مطالعه رو بیشتر بکنی که بتونی از اون زمرد الماس بتونی جلو بری یعنی اون و اون محتوای اصل داستان اون جنس سنگ است واسه ما خب و این حرفی که شما میزنید من واسه همین گفتم مثلا اول صحبت گفتم که یه کمرای بعد یه صدای اوکی به خاطر اینکه با اینا شما میتونید کانتنت رو برسونی و قابل تحمل باشه و کم کم پیشرفت کنی کما که خیلی از افراد دارن این کار رو انجام میدن اما اینکه چجوری آدم شروع بکنه به نظر من الان دوره این که خب دیگه مثلا چشبسته وارد داستان بشیم و شروع کنیم گذشت یعنی من خوش شانس بودم دو سال پیش همینجوری چشپسته شروع کردم بعدش رفتم تحقیق کردم یعنی من اون تایمی که چشم بسته شروع کردم آره داخل جایی مثل آپارات 100 نفر 200 نفر 300 نفر اومده منو دیدن اوکی بود مناسب بود ولی وقتی اومدم توی جایی مثل تویش و دوباره از صفر اومدم شروع کردم و مثلا سی نفر منو میدیدن واسه اینکه این سی نفر بشه سی نفر مطالعه کردم رفتم تحقیق کردم رفتم دیدم آقا من فرمت کاری این شکلی انجام بدم مخاطب اینو میپسنده و هزار تا کار ریز و درشت انجام دادم که من چجوری اصلا بیام بحث گردانی توی پادکست هاو انجام بدم مثلا که این اتفاق بتونه به خوبی مثلا جلو بره الان هم مست. کسی بخواد شروع بکنه من مثال پادکستی بزنم و بعد مثلا رو مثال خودمونم میبرم آره حتما کسی خودکست دو نمیخواد خودکست هست خب پادکست های دیگه ورژن دوم نمیخواد کسی آروین شوی دو هم نمیخواد یعنی مخاطب دنبال ورژن دوی خودکست نیست مخاطب دنبال ورژن دوی آروین شو نیست مخاطب دنبال ورژن دوی آریا کوکسر نیست میا پلیز نیست و هر کسی میادش باید سعی کنه یه آورده جدیدی داشته باشه چون همه این افراد تک تکشون یه گول ها، یه رول مدلای هایی دارن یه سری افراد رو میخوان بهشون نزدیک بشن که بی نهایت بزرگترن و شاید درصدی به اون موضوع رسیدن شاید من اون آدمی که الگومه رو ده درصد اون چیزی که اون شده من تازه شده باشم و اگه یه فردی میخواد من بشه و قرار بشه ده درصد من بشه هیچی نمیشه پس جای اینکه مثلا درگیر این باشه که من چی کار میکنم یا افراد دیگه چی کار میکنن تیپ ها رو بگیره ولی بره تو محتوای خودش استفاده کنه بره دنبال اینکه یک اثری روی اون دنیاه بذاره توی داستان استریمینگ مخصوصا و اصالت باشه باشه دقیقا و این اصالت هم با آزمون و خطا بعضی جابه به دست میاد یعنی شما بعضی اوقات باید تست بکنی بازی های مختلف و نوع استریم مختلف و, و میبینی روی چیزی استعداد داری و بعد اون استانداردهای فردی رو واردش میکنی ممکنه اول قضیه محتواش خیلی شبیه افراد دیگه باشه ولی بعدش اون مثلا شخصیتی که کارون داره به اون محتوا اضافه میشه و اون محتوا رو خاص میکنه و این چیزی که آدم باید اون مطالعه رو بکنه آقا ورک سمارتر نات هاردر یعنی واقعا سخت هیچ فایده ای الان نداره داخل هیچ کدوم از این مثلا شرایطی که هست شما با یه ریتم منظم و درست با برنامه کار بکن ولی تایمتو بذار تحقیق کن سرچ کن بررسی کن ببین چرا فلانیو میبینن اصلا این پسره که دیده میشه چی داره که میبیننش این دختر که دیده میشه چی داره میبیننش صحبت میشه دخترها به واسطه دختر بودن ویو دارن آها آه. اینم بگو قبول این... من اینو من اینو کامل میپذیرم دختر رو به واسطه دختر بودنشون بیشتر دیده میشن چرا چون کامیونیتی اکثریت مردن یعنی تعداد پسرها از دخترها بیشتره داخل این کامیونیتی تو نمیخوای بیا یه سیبیل دیگر رو ببینی سیبیل من کافی دیدی تو زندگیت نه من حالا اینو قبول ندارم چرا قبول ندارم به خاطر اینکه ما تعداد زیادی استریمر دختر داریم و تعداد معدودی استریمر دختر موفق داریم و این قضیه دلست. فقط مال ایران نیست در جهان هم همین قضیه است توی مثلا 500 دلست. تا استریمر تاپ دنیا شاید 10 تا استریمر دختر نیست و این نشون میده که جنسیت مربوط به این داستان نیست واقعا دلست. یعنی اون محتوا و اون سرگرمی اون لحظه برای جذب فالوور دختر بودن خوب برای جذب ویور دختر بودن خوب نیست یعنی من اینو به راحتی دیدم که دخترا راحتتر فالو میشن ولی اون آدم اینگیجمنتی براش نداره یعنی به صرف دختر بودن فالو میکنه ولی نمیبینه چون واسهش جذابیتی نداره اون داستانه و یه سهه بذارم پشت حرفت امند سرنی که توی میشناسین دیگه تقریبا همه امند سرنی میشناسن یه پلی بوی چیز بود مدل بود که یوتیوبر خیلی موفقیه جدیدن اومده تو دنیا استریمینگ ولی اصلا موفق نیست توی دنیای استریمینگ توی یوتیوب همه برای سر دست میشونن ولی خب اصلا آدم جذابی روی استریم نیست دیگه اه. اصلا مردم دوست ندارن فالوش بکنن و توی یوتیوب چند ده میلیون فکر کنم فالوور داره ولی روی استریم اصلا نتونسته به اینجا برسه مثال دیگه هم مثلا جیک پال و لوگان پاول موقعی که استریمینگ رو شروع کردن آره آره اونم روزای اولی که اومدن آره، آره. مثلا ویو 40000 50000 چرا چون ویور به اون ویدیو عادت کرده از اول ویدیو خب بچا بریم فلان جا این دختره نصف لباسشو کنده اون نمیدونم لامبورگینی رو هوا سقف خونه یکی هم. داره ملق میزنه میپره پایین مثلا همه این اتفاقا داره میفته و هیجان پشت هیجان پشت هیجان داخل ویدیو بعد مثلا میان توی استریم بعد مخاطب منتظره آه. که همون انرژی همون سطح انرژی رو ببینه بعد یارو نشسته خب ای بابا تو فورتنایت کشتنم دوباره مثلا گیم و ران میکنه خب دوباره افتادم هم. زمین دوباره کشتنم خب خود, خود اون هیجانه نیست و مثلا دفعه اول 40 هزار نفر دیدن دفعه دوم 20 هزار نفر دفعه بعدی 5 هزار نفر اومده بودن یعنی اینا اصلا اومد ادام... بیرون اصلا دیگه این کار آره کار نکردن به درد این کار نمیخوردن و شاید این مثلا یکی از چالشایی باشه که اه... حالا این اپیزود میادش بیرون معلوم میکنه دیگه مثلا میاو کوروش تا حدی درگیر این داستان بشن به عنوان دو نفر که درگیر یوتیوب بودن و چند سال محتوای ضبط شده گذاشتن و ارتباط لحظه ای نداشتن آیا اون تیکه هایی که مثلا کوروش مطرح میکنه به صورت لحظه ای بدون ادیت هم همون اندازه خنده داره یا نه اون رفتاری که مثلا میام میکنه بدون ادیت هم همون مثلا لبخند روی لب آدم میاره یا نه و اینا چیزیه که ریسک بین مثلا و اون تفاوتی که میگفتیم بین یوتیوبر و استریمر و اینا شاید بزرگترین تفاوت اینه که استریمر باید در لحظه واکنش نشون بده یوتیوبر هر گندی بزنه اصلا تاش میتونه تو ویدیوش فوش هم بده بعد ادیتش کنه کاتش کنه اصلا ای... آره هیچ اتفاقی نمیفته واقعا از این نظر حالا خب هست دیگه این شرایط پس به تو اون اصالت هست که اول اول از همه بعد آدمو پیدا بکنن برای اینکه بتونن دوم از, از همه یعنی باشن. اول از همه باید تحقیق و انتخاب کنن آره گفت یعنی اصالت مارشن... ممکنه آزمون خطا باشه اصلا یعنی تو به آره. مرور راه خودت حال... رو پیدا میکنی از اول که نمیدونی حالا تو میگی تحقیق برای کسایی که فارسی زبانن و شاید حالا انگلیسی چون سورس های انگلیسی خیلی وجود داره که بخوای بری در موردش بخونی چی کارا باید انجام بدی ویدیوهای مختلف وجود داره اصلا میدونم خود نینجا یه سری ویدیو برای استریمینگ گذاشته بود او بی رو درس داده بود و فلان و اینا برای فارسی زبان ها چیزی هست که بخوان تحقیق بکنن الان مثلا من یه پسر 15 ساله میخوام برم تحقیق بکنم ببینم که به چه چیزایی نیاز دارم برم این سمت ببین سورس هست ولی یه واقعیتی که هستش اینه که آدم ها همیشه درصدی از تجربه و دانششون رو میتونن انتقال بده یعنی من آروین توی دو سال یه سری چیزها رو تجربه کردم میتونم مثلا دیگه خیلی معلم خوبی باشم 70 80 درصدش رو درس بدم به بقیه خب و اون فردم خیلی مثلا آدم گیرا و خفنی باشه میتونه 80 درصد مثلا اون رو متوجه بشه خب و در نهایت 80 درصد 80 درصد آره بعد مثلا میشه 64 درصد قضیه رو مثلا طرف متوجه شده خب بعد این مال علم منه خب تو فارسی وقتی میایم وارد میشیم ترجیحا افراد باید برن سراغ محتوای انگلیسی خاطر اینکه اون آدمی که با دوازده سال تجربه بیادش 50 درصد علمشم بیاره وسط و شما 20 درصد اونم بفهمی خیلی بیشتر از مثلا 60 درصد علم آروین شو وسط به درد بخوره و اینو من قویا باور دارم که توی این داستانا مثل مثل داستان برنامه نویسی و اینا هم هستش یعنی کسایی که درگیر این چیزا باشن بهتر میدونن هیچ منبع فارسی به درد این نمیخوره که شما مثلا برنامه نویسی رو خوب یاد بگیری یه واقعا میخوای استاد بشی تو این داستانا باید بری انگلیسی ها رو یاد بگیری لازمشه توی استریمینگ هم اگه میخواید وارد بشید واقعا انگلیسی رو یاد بگیرید اونم به دو دلیل یکی اینکه افرادی که باید ازشون درس بگیرید و یه جورای آینده استریمینگ ایرانو الان تو لحظه دارن تجربه میکنن آدمای خارجی هن که تو دنیای استریم از ما جلوترن سالها پیش وارد این داستان شدن خیلی از دراماها ها اتفاقایی که اونا تجربه کردن و ما قرار در آینده تجربه بکنیم پس اگه قرار ازشون یاد بگیریم ما با انگلیسی یاد بگیریم و دوم اینکه اطلاعاتی که اونا میدن بینهایت از من آروین تا بزرگترین و کوچکترین افراد این کامیونیتی شما در نظر بگیری شاید اندازه یه ویدیوی اون افراد خارجی نباشه و این حقیقتی که هست یعنی من اصلا میگم که یا انگلیسی ها رو یاد بگیرید یا دیگه, دی... نمیتونید دیگه مجبورید مثلا این راهباریکی ای که جریان داره همچون کارون رو در نظر داشته باشید مثلا مقدار اطلاعات کمیه که ماها داریم و از همین استفاده و تغذیه بخن. متاسفانه و زبان خیلی الان الان, کجا هست برای یه... یه کسی که فارسی زبانه که بتونه منابع ایرانی وبسایتی هست, مثل یعنی هست YouTube... یا مثلا یوتیوبری هست یا یوتیوب من خودم سعی کردم هم آموزش یه کم بذارم ولی واقعا تو این کار کم وقت میذارم متاسفانه هم. با این که شاید خیلی از بچه‌ها یعنی بیشتر میدونم یعنی خود استریمرها اینا میان خیلی سوال میپرسن ازم سر این داستانا ولی هیچ وقت وقت نکردم واسه کسایی که استریمر نیستن اینا رو دسته‌بندی بکنم و ویدیو درست کنم چون اطلاعاتش تو ذهنم هم طبقه بندی شده نیست متاسفانه یعنی خیلی مثلا یا اتاق در هم بر هم یکی کلی مثلا کاغذ کفش پخشه اونجوریه و دست بندی نشده نتونستم ویدیوی خوب درست کنم ازش ولی بچه ها حتی راجع به مثلا آموزش کار با OBS آموزش استریمر شدن آموزش مثلا چه میدونم اضافه کردن دونیشن به استریمینا رو فارسی بنویسن هستن آدمایی که راجع به موضوع ویدیو درست کردن و ویدیوهاشون ویدیوهای خوبیه به درد میخوره واسه یوتیوبر شدن ویدیوهای خوبی مثلا خود آریا به ویژه ویدیوهای خیلی خوبی داره تیپ های خیلی خوبی به آدم میده و مسیرش مسیر نسبتا همواریه ولی واقعا انگلیسی رو من بازم تاکید میکنم انگلیسی یاد بگیرید یعنی آره آخه اونها احتمالاً قدمت بیشتری دارن دیگه یعنی با مشکلات خیلی بیشتری تو این راه دست و پنجه نرم کردن تا حالا ایرانیایی که یه ذره جدیدترن توی این موضوع ده. و از نگاه خودشون دارن به این موضوع نگاه خیلی خب بچه شما اگر که سوالی ندارین ما از آروین تشکر کنیم تشکر بکنم من خواستم اول به نوبه خودم تشکر بکنم ما از موقعی که من به آروین, آروین ایمیل زدم تا موقعی که جواب داد کنم 24 ساعت بیشتر نبود و خیلی چی بهش میگن خیلی خاکی اومد جواب ما رو داد و از همون اول هم قبول کرد با اینکه حالا اکسپوژر خیلی بالایی داره با اینکه خیلی میشناسنش تاخچه بالا نذاش هیچ وقت و من از این از این موضوع خیلی خوشحالم دست درد نکنه ممنونم مخلص. که اومدی به خودکست تمام مهمونایی که ما داریم و میان و باشون صحبت میکنیم همیشه راه براشون بازه دیگه همیشه دوست داریم که برگردن اگر که نکته ای بود اگر که جایی بود که ما میتونستیم به این جامعه کوچیک پاد. جامعه خیلی کوچیک پادکستر ها میتونست جامعه <تصفح> لغت ناراحت شد انقدر تو به کار بردی آره استریمر و گیمر رو اینا کمک بکنه فکر میکنم همه با آغوش باز میپذیرن بازم ممنون مرسی که اومدی اگر که خودت حرفی دارید چیزی هست بگو که ما اپیزودو جمع کنیم من که خیلی خوشحال شدم تجربه باحال و خودمونی و قشنگی بود و من زیاد روی این داستان ها سخت نمیگیرم فکر نمی کنم مثلا کار درستی بشه کسی رو این داستان سخت بگیره و کسی هم اگه اینو داره میبینه می یا میشنوه و به این فکر بوده و قرار بهش این آفر داده بشه پیشنهاد میکنم بیاد بهش خوش میگذره صد درصد یعنی اتفاق بدی نمیفته آره این تیپ من واسه اون افراد و من یه حرفی رو همیشه میگم و دوست دارم اینجا هم تکرارش بکنم شاید آموزه خیلی خوبی نباشه ولی واسه من به کار اومده اونم اینه که صد درصد خودتون باشید تو هر چیزی و من توی ارتباط با مخاطب اینو خیلی باور دارم مخاطب شاید یه سری چیزها رو نفهمه این المان چیه ولی حسش میکنه یعنی شاید اون لحظه درکش نکنه ولی حسش میکنه و بین آدمی که بیدری لبخند میزنه و اون آدمی که واقعا داره لبخند میزنه شاید کسی که صورت شناسه میفهمه مثلا چه اتفاقی افتاده ولی همه ای مردم میفهمن کی داره ادا در میاره و کی واقعیه واقعی باشید حتی با ایراداتتون دوست داشتنی تر میشید و اگه وارد دنیای استریمینگ یوتیوب و اینجور چیزا شدید حتما حتما میتونید از من و بقیه افرادی که هستن سوال بپرسید تا اونجا که بتونیم کمک میکنیم توی این داستان کجا اسم چنل تو برای بچههایی که نمیدونم چرا نباید تو رو بشناسن ولی میخوای جاهای مختلف بگی که با چه اسمی میتونم پیدا بکنن من بهترین جا واسه پیدا کردم اینستاگرامه اینستاگرام آروین شو آر آی ان که اونجا معمولا متاسفم با اینکه تعداد افرادی که دنبال میکنن کمه ولی حجم دایرکت هم خیلی زیاده و بهترین راه ارتباطی من اینه که هر مثلا یکی دو روز یه بار سعی میکنم یه سری استوری بذارم و افراد با هم صحبت میکنم و پابلیک جواب میدم بخاطر اینکه خیلی وقتا سوالی که یه نفر میپرسه سوال خیلی آدم های دیگه هم هست و تلاشم اینه که اونجا در ارتباط باشم و از اونجا هم همه راه ارتباطی دیگه رو میتونن پیدا بکنن عزیزم خیلی هم عالی ما توی تمام فضای مجازی اسم پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب هم داریم میتونید برید سابسکرایب بکنید و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشین یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام پادکست تاکس که میتونید اونجا بر ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ